من هما هستم، 38 سالمه. زمانی که 5 ساله بودم پدرم رو به جرم خرید و فروش مواد مخدر دستگیر کردن و زمانی که 9 ساله بودم ایشون رو اعدام کردن. متاسفانه یا خوش در مورد اون 4 سال من خیلی چیزا رو به خاطر میارم، شاید روند قانونیش رو درست به یاد ندارم، ولی تصاویر خیلی برای من زنده هستن و انگار که چند روز پیش برام اتفاق افتادن. لحظه دستگیری ایشون من خواب بودم، ندیدم. اما اینکه ما در طی 4 سال دائما بین شهرمون با شهر شیراز، محلی که پدرم زندان بودن، دائما در تردد بودیم. ماهی یک بار، دو ماهی یک بار، تمام تعطیلات نوروز، تعطیلات تابستون، محلی که ما برای تفریح و گذراندن تعطیلاتمون می‌رفتیم شهر شیراز بود. بنابراین 4 سال توی ذهن من کاملا حک شده و خاطرات بسیار زنده هستن. چیزی که من به خاطر میارم، یادمه که هوا تاریک بود. من یادم میاد ما پیاده میرفتیم به سمت منزل عمم. شاید نیم ساعت قبلش یا یک ساعت قبلش مامورین ریخته بودن داخل خونه ما و پدرمو برده بودن. متاسفانه برادرای من اون صحنه کاملا براشون زنده است و اون صحنه ها رو دیدن، ولی من توی اون هیاهو خواب بودم. و ظاهراً هم شبی بود که من اولین دندون شیریم کنده شد و افتاد. خاطرات متاسفانه حتی دندونای مهمنو مرتبط میکنه با زندان پدرم، اعدام ایشون و اون سالهای خیلی سیاه. و بسیار نگران کننده بود. برادرام تعریف میکردن که وقتی مأمورین ریختن داخل خونه اونا چه صحنه ای رو دیدن. بابا کجا نشسته بود، چه حالی داشت و چه اتفاقی افتاد. اونو بردن و دائما خانواده در استراب بودن. ما شب منزل عمم رفتیم، اونا رو در جریان گذاشتیم و تا 7 ماه ما از ایشون خبری نداشتیم. فقط می دونستیم که در کمیته خلیلی در شیراز بازداشت هستن. در طی 7 ماه دائما با مادرم به شیراز می رفتیم، پشت در نمی ذاشتن، ملاقاتی در کار نبود و ما باز بر می گشتیم. و 7 ماه ایشون زیر شکنجه بودن. من از این صحبت‌ها چیزی یادم نمیاد، فقط حس ناامیدی رو فقط به خاطر میارم که ما 7 ماه رفتیم و اجازه ملاقات نداشتن. ظاهرا فقط میگفتن که اجازه ملاقات ندارم و مایوسانه برمیگشتیم و تا 7 ماه ادامه داشتیم. اعلام کردن، البته من اینو به خاطر دارم، به خاطر دارم که احتمالاً بعد از گذشتن اون 7 ماه ایشون رو ما تو کمیته بچه ها رو اجازه دادن، ما رفتیم داخل و من پدرم رو داخل کمیته دیدم. اما بعد از اون دیگه فرستادنشون به زندان عادل‌آباد شیراز. من صحنه یادم هست این که پدر من رو بغل کرد و داشت می برد داخل و حتی من این میله هایی رو دیدم. نمیتونم بگم توهمه، چون از اون سالا کاملا این صحنه رو یادمه. و مامورین جلوش رو گرفتن، گفتن که بچه ها رو اینجا نمیتونه ببرید. در همین حد یادمه که من اون لحظه داخل کمیته همراه پدرم بودم، منو بغل کرده بود. و صحنه‌های دیگه از اون یادمه این پس که ما و چند تن از فامیلای نزدیک که اونها هم پدرشون همراه با پدر من دستگیر شده بود، دائما میرفتیم پشت یک در خیلی بزرگ بود. اونجا مامان التماس میکرد، خواهش میکردن و ما رو راه نمیدادن و ما باز برمیگشتیم. اون زمان با اتوبوس‌ها و ماشین‌های اون زمان یادم دقیقاً 6 ساعت بود. 400 کیلومتر فاصله است. یادم که 6 ساعت می‌گیره. ولی چیزی که قطعاً میتونم بگم، چون زیاد می‌رفتیم، مطمئنم حداقل ماهی یک بار رو می‌رفتیم. تعطیلات و نوروز رو می‌رفتیم، تابستون می‌شد می‌رفتیم. و من خاطراتی که از اون 4 سال دارم بیشتر در شیراز تا اینکه تو خونه‌مون خیلی خاطر خاصی ندارم، مگر اینکه باز مرتبط هست با اون زمانهایی که پدرم زندان بود، جریاناتی که اتفاق می افتاد و ربطی به اون جریان داشت. پدر من کشاورز بودن، هم دامداری داشتم و هم کشاورز بودن. منطقه ما محصولات مثل گردو خیلی مرسوم هست، درخت گردو داشتن، گندم می کاشتن، دامداری وسیعی داشتن. بله من قطعا اینا رو یادمه. متاسفانه چون پدر کارمند نبودن که حالا حقوق مشخصی داشته باشن، هرچند اگرم کارمند بودن شاید موقعشون قطع میشد، نمیدونم. ولی چیزی که یادمه خیلی مشکلات مالی زیاد داشتیم و تنها منبع درآمد مادر من، چون مادرم
خونه‌دار بودن، یکی دو باب مغازه بود که داشتیم و ایشون زمان کرایه میدادن و خوشبختانه زمانی بود که مثل الان اینقدر گهرونی نبود، حداقل مادر با اون آمدی که از اون مغازه داشتن هم مخارج خونه رو تامین میکردن، هم مایحتاج ما رو آماده میکردن و هم اینکه دائما ما در این سفر بودیم، سفر به شیراز، برگشتن، کمکی که باز از نظر مالی به پدرم میکردن در زندان، ولی گرفتاری مالی بله بود به شدت. ببینید اینجوری میتونم بهتون بگم که گاه مادر مجبور میشد اگر طلای از خودش بود یا از من بود بفروشه که حالا بتونه خرج سفر رو تامین کنه. هیچ وقت یادم نمیاد از نظر خورد و خوراک دچار مشکل شده باشیم، ولی فکر میکنم بیشترین درگیری ما این بود که مادر بتونه پولی برای پدرم بفرسته و اینکه خرج سفر رو در بیاره، چون اونجا هم میرفتیم هیچ حمایتی صورت نمیگرفت. گاهن ما دو سه روز شیراز میمونیم تا بتونن ملاقات بگیرن، حالا چه ملاقات پشت کابین چه حضوری، و دو سه روز ما میباید شیراز میموندیم و تو مسافرخونه ها بودیم. خب اینا همه هزینه میبرد و به سختی مادر اینا رو تامین میکردن. والا خوشبختانه پدر من وجهه خیلی مثبتی بین فامیل و همسایه ها داشتن، خیلی، و ما از این جهت همیشه مورد احترام بودیم خوشبختانه. و تنها خاطری از مدرسه ها دارم این هست که من شخصا خودم خیلی سعی میکردم مثبت باشم و از این جهت مثبت بودم که مبادا با بچه ها وارد درگیری بشم و اونا به من بگن تو پدر زندانی هست، یعنی بسیار مراعات میکردم، چیزی که هنوز در من نهادینه شده و من هنوزم که هنوزی همیشه سعی میکنم که درگیر نشم با کسی که مبادا مورد بی احترامی قرار بگیرم و یا باعث بشم که پدر من مورد قضاوت قرار بگیره، چه اون زمان که زندانی بود بچه های دیگه بفهمن پدر من زندانی هست، چه در طول 37-8 سالی که اعدام شدن این که بگن پدر تو اعدامی هست. سعی کردم با کسی درگیر نشم و این مشکل خیلی بزرگ هست، امیدوارم وقت بشه در موردش بیشتر صحبت کنیم. ببینید از اون جهت که من هیچ وقت نمیتونم مثل یه آدم عادی با دیگران برخورد کنم، متوجه میشین، حتی زمانی لازم بشه با کسی درگیر بشم حتی لحظی، چون از این میترسم که در اون لحظه کافیه به من میگن تو پدرت اعدامیه، متوجه هستین، و فکر میکنم یکی دو بار این اتفاق افتاده بود، حالا یا برای دوستانم بود، یکی دو مورد یادمه برای خودم بعد از اعدام پدرم صورت گرفت که به خاطر حالا اون تو دعوای مدرسه کسی به من گفت که پشت سرم گفته بودن که اینا لقمه حروم خوردن چون پدرشون اعدام شده، و اجتماع متاسفانه این تصور رو داره بدون اینکه بفهمه که سیستم قضایی ما چه نقصهایی داره و پدر من چه پروسه‌ای رو پشت سر گذروند تا اینکه به چنین سرنوشتی دچار شد. این که از مشکلات بزرگ خانواده‌های افراد اعدامی هست. ببینید نه تنها من، فکر می‌کنم که من یکی از هزاران هستم. عنوان مثال من خودم رو میگم. من شخصا هیچ وقت در مورد اعدام پدرم صحبت نمی‌کنم مگر اینکه از من پرسیده بشه و اینکه اون لحظه بدونم که باید حقیقت رو به این شخص، به این گروه، به این سری از دوستان بگم. من شخصا خودم همیشه وقتی فکر میکنم چرا دوست ندارم بگم، چون دوست ندارم مورد قضاوت قرار بگیرم بیشتر پدر من، یعنی دوست ندارم، چون دیگران اعدام شاید ندن، پدرت چی شده؟ پدرم مرده. چی شده؟ مرده، اعدام شده. متوجه میشین؟ متاسفانه کلمه اعدام یعنی اینکه این شخص اینقدر خبیث بوده، اینقدر شیطانی بوده، اینقدر جرم سنگین انجام داده که حاکمیت چیزی جز حسب اون ندیده. در صورت پدر من هیچ کدام از اونها نبود و امثالهم مثل پدر من شاید 99% افراد اعدام شدن تو این کشور همین وضعیت رو دارن. پدر من یک اتهام به ایشون بسته شد و ایشون 7 ماه شکنجه شدن. شکنجه شدن و بعد از 7 ماه قبول کردن که آره من با این شخص چنین معاملات رو انجام میدادم. و این شد که پدر من اعتراف کرد به جرمی که انجام نداده بود. و ایشون کاملا بیگناه بود. نه تنها ایشون، در مورد اون پرونده که پدر من رفت داشت اون پرونده روز 22 اردیبهشت سال 69 14 نفر اعدام شد. از این 14 نفر فکر کنم فقط اون شخصی که از ایشون جنس و مواد گرفته بودن فقط مجرم بودن، بقیه همه به هم اعتراف کرده بودن، میزدن اعتراف کن، اعتراف میکرد، خب حالا تو به کی فروختی؟ باز میزدن ایشون، مثلا پدر من نمیدونم ایشون هم اعتراف کرد یا نه، ولی به صورت یک زنجیر پای بقیه هم وسط کشیده میشد. متاسفانه
سیستم پروسه قضاییشون اصلا عادلانه نبود. ایشون اصلا وکیل نداشتن. متوجه اون سال اصلا فکر کنم چیزی به اسم وکیل اصلا وجود نداشت. و در نهایت بعد از 4 سال که ایشون هیچ حکمی بهشون و کلن به افرادی که دخیل بودن در این پرونده داده نشد، ناگهان گفتن حکم اعدام و چند روز بعد ایشون اعدام شدن. حتی جایی برای اعتراض پدر من و دیگر دوستانشون اصلا نبود. بنابراین وقتی من به کسی میگم پدر من اعدام شده، دوست ندارم. دوست شاید به من چیزی نگه، ولی اصلا دلم نمیخواد حتی پس ذهنش رسد به پدر من، خانواده من این فکر بکنه که اینها چه مجرمین خطرناکی هستن، چه کار ناپسند و شرورانه پدر ایشون انجام داده که اعدام شده، معدوم شده، محو شده. این خیلی سخته و این فکر میکنم این اکثر ما هست و برای ماها یه رازه. ببین من خودم دیدم، یعنی ما به ملاقات حضوری میرفتیم، نمیدونم حالا بلا فاصله بعد اون 7 ماهی که زیر شکنجه بودن من این آثار رو روی کمرشون و کف پاشون دیدم یا در طی سالهای بعدم این آثار بود. ولی چیزی رو که من یادمه، من کاملا این به ملاقات حضوری ایشون رفته بودیم، خانواده‌ام بودن، خاله‌هام، حتی یادمه که خاله‌هام بودن. فکر کنیم من اون زمان 6 سالم بود، ولی تصویری هست که من از اون زمان از 6 سالگی دارم به دوش میکشم. من این آثار کف پای ایشون و روی کمرشون دیدم. ایشون تعریف کردن که خیلی شکنجه شده بودن و به خاطر اون روحی آزاده دامدار عشایری ایشون خیلی شخص قوی بودن، خیلی شخص شجاع و نترسی بودن. متاسفانه هیچ چیز از پدر من و پسر عمی ایشون و چند نفری که من در طی اون سالها که می رفتیم می آمدیم و از همشهری های ما بودن، متاسفانه از هیچ کدوم هیچ چیز گرفته نشد. هیچ چیز که ثابت کنه ایشون توی این کار مشارکت داشته، دست به خرید و فروش داده، هیچی. یعنی فکر کنید مثلا یک شب بریزن خونه من و شما رو ببرن، در صورتی تو خونه ما هیچی نبود، هیچی. و ثابت هم نشد، صرفا زیر شکنجه اعتراف گرفتن و همون اعتراف علیه ایشون و دیگر دوستاشون استفاده کردن. ایشون شخصی که متهم اصلی پرونده من یادم نمیاد، ولی از همون زمان که پدر دستگیر شد یا از قبل از اون که فهمیدیم ممکنه ایشون هم دستگیر بشه، این داستان بارها بازگو شده. این شخصی که متهم اصلی بود از پدر من ماشینشو خواست و پدر من میدونستن که ایشون ماشینو برای چی میخواد، ماشینشو نداده بودن. و این شخص که خیلی سرخورده شده بود، لحظه از خونه ما بیرون میره، بهشون میگه، اخطار میده که من دارم یک بار میبرم شیراز و اگر منو دستگیر کنن من روی شما اعتراف میکنم. این شاید در اون لحظه چیز خیلی مضحکی بود، اما متاسفانه ایشون توی همون سفر دستگیر شدن و تا چند وقت پدر من و پسرعمه‌شون متواری بودن چون میترسیدن. یادم نمیاد چقدر میکشید، ولی پدر من دیگه خسته شدن و برگشتن و حتی خیلی اقوام بهشون اصرار میکردن که به هیچ عنوان خونه نمون چون میگیرنت، ولی پدر من میگفت که من کاری نکردم که بخوان منو بگیرن. و دقیقا همون شب که برگشت خونه اومدم و ایشون رو دستگیر کردم. بعد دیگر کسایی که بودن فامیل ما نبودن، ولی خب دوست همسایگان ما بودن، میشناختیمشون. بعدم در طی سفرهایی که میرفتیم میومدیم با خانوادهشون آشنا شده بودیم. و من شخصا خودم فکر میکنم 4 یا 5 نفرشون رو میشناسم اگر اشتباه نکنم که همه اعدام شدن. چیز خاصی نمیدونم، ولی میدونم که در اون زمان فکر میکنم کلن سنش هم خیلی کم بود، یعنی فکر میکنم 28 ساله بود ایشون که دستگیر شد اگر اشتباه نکنم و 32 سالی که اعدام شد. ایشون اون زمان احتمالا بعد 2 تا بچه میداشتن، چون دخترشون که بچه بزرگشون هم بود چند سال بعد همکلاسی من شد، که این خیلی درد بزرگی برای من بود و من ناخودآگاه نسبت به یک بچه بیگناه احساس خشم و نفرت داشتم که حالا اون داستانش جداست. و ولی اینکه شرایط زندگیشون چی بود نه اطلاعی ندارم، ولی بعد از اعدامشون خانوادهشون بی نهایت آسیب دیدن، زندگیشون از هم بی نهایت و به طور وحشتناک متلاشی شد، داستان‌های زیادی برای همسرشون اتفاق افتاد، بچه‌هاشون خیلی شرایط سختی رو تحمل کردن، خیلی داستان‌ها برای خانواده‌شون پیش اومد، من دورا دور می‌شدم.
چیزی که من به خاطر دارم این هست که برادر بزرگم، چون دو تا برادر دارم که از خودم بزرگترن، ناگهان شد بزرگ خانواده و ایشون در سن فکر میکنم 11 سالگی بود یا 12 سالگی که پدرم رو دستگیر کردن شدن بزرگ خانواده و مسئولیت زیادی دوش ایشون افتاد و همیشه خودشون رو تا سالیان سال فکر میکردن که بزرگتر ما هستن، مراقب ما هستن و زندگی شخصی برای خودشون نداشتن، کما اینکه الان هم ندارن. و برادر دیگرم که خیلی شخصیت عاطفی داشت، حتی زمانی که پدرم هم بود خیلی شخصیت مظلوم و عاطفی داشت، ایشون بسیار متاثر شدن. خیلی همیشه از نظر روحی به هم ریخته بودن، خیلی بیقراری میکردن و حتی بعد از اعدام پدر من هم خیلی بیشتر از همه و ظاهرا بیشتر از همه آسیب دیدن. فکر میکنم هنوزم که هنوز با خاطرات اون روزها و پدرم زندگی میکنن، در صورتی که الان یک مرد 40 ساله هستم. اما از نظر خوراکی نمیدونم، خورد و خوراک و چیزها فکر نکنم یادم نمیاد، چون خیلی بچه تر بودم. من 5 ساله بودم که پدر رو دستگیر کردم و 9 ساله بودم که ایشون اعدام شدن. تحت اون سالها فقط خاطراتی که دارم از زندان عادل‌آباد شیراز بود، مسیری که می‌رفتیم، سختی‌هایی که تو راه مادرم تحمل می‌کرد و ما تحمل می‌کردیم، راهروهای شوق دیدن پدرم توی زندان، ما یکی پس از دیگری خوشحال بوده که این در باز شد بریم مرحله بعد. من حتی راهروها رو کاملا یادم هست که به چه طریق بود، چقدر نگهمون می‌داشتن، در باز می‌شد باز می‌رفتیم راهروی بعدی، در باز می‌شد سالن بعدی می‌ایستادیم تا اینکه نوبتمون بشه. زمانی که حکمشون اومد من یادمه که ما رفتیم ملاقات ایشون، فکر میکنم بعد از ماه رمضان بود اگر اشتباه نکنم، من مادرم و به همراه دو تا خانم دیگه که یکیشون برادرشون زندان بود و دیگری همسرشون، رفتیم طبق معمول ملاقات پدرم. اونجا رفتیم به ما گفتن که اونها رو بردن اندرزگاه. و زمانی که من یادم میاد اندرزگاه جایی بود که وقتی شخصی رو میخواستن اعدام کنن میگفتن بردن اندرزگاه. و یک ماه اگر اشتباه نکنم ایشونو اندرزگاه نگه داشته بودن. وقتی به ما ملاقات دادن خانواده خیلی به هم ریخته بودن، خیلی گریه میکردن، چون من زمان کودکی میدونستم اندرزگاه جایی هست که شخص اعدامی رو میبرن اونجا. و مادر ازشون پرسید در حالی که گریه میکرد چرا شما رو بردن اندرزگاه؟ گفت نگران نباشید، مشکلی نیست. نمیدونم حالا چه توجیهی آورد ولی ما قانع نشدیم. و یادمه که خیلی این خانوما، مادرم و دیگران که همراه مادرم بودن، خیلی پیگیر این قضیه بودن و تمام این مسیر رو اینها گریه میکردن، تمام این مسیر رو، چه توی ترمینال بودیم، نمیدونم چقدر بعد از اون. و ما به شهرمون برگشتیم و دائما این ترس و دلهوره رو داشتیم که چرا اونها اندرزگاه. یکی میگفت حالا میخوان اعدامشون کنن، یکی میگفت نه موقتی هست. ولی پدرم توی همون ملاقات به خالم که همراه ما بود بهشون گفته بود که من بچه‌هامو به شما سپردم و تا حدی قطعی بود که میخوان اعدامشون کنن، ولی خب ما نمیخواستیم باور کنیم. متاسفانه به ما هم اعلام نشد میخوان اعدامشون کنن. چند وقت بعدش، دقیقا نمیدونم چند وقت بعد، شایعه شد که اعدام شدن. و حتی فکر میکنم بعد از اون سفر مادر من به همراه همسران یکی از افرادی که بعدن اعدام شدن یه سفر داشتن تهران که شاید بتونن آقای خامنه ای رو از نزدیک ببینن که نمیدونم به دادشون برسه اگر اشتباه نکنم. ایشون رفتن تهران، اونجا بهشون گفتن که خیلی دیر اومدین، نار الان اعدام کردن. و حالا تصور کنی این دوتا زن کل این مسیر 1000 رو نمیدونم چند کیلومتری رو با چه حال رفتن و با چه حالی برگشتن. و وقتی برگشتن باز فامیل همه پرسجو میکردن که ببینن بالاخره چی شد. تا اینکه من یادم یک روز منزل ما ناگهان شلوغ شد، فامیل اومدن، یکی پس از دیگری پیداشون شد و باز همه منتظر خبر بودن. اینکه یکی از فامیل اومد دیدم خیلی پریشان هست، تو سر و صورت خودش میزنه و گفت که بله کشتنشون. دقیقا یادم نمیاد، شاید برادرانم بهتر یادشون باشه، ولی چند روز فکر کنم از اعدامشون گذشته بود که ما خبردار شدیم که اونها رو اعدام کردن و تماس گرفته بودن که بیان جنازه ها رو ببرین. باز فامیل با ماشین رفتن، عقب یک ماشین رو پر از جنازه کردند و برگشتن به شهرمون و جنازه هر فامیل رو بهش تحویل دادن.
می کنم 4-5 تا جنازه رو آوردن به شهر ما. من چیزی که از اون زمان یادم هست، مادرم بین اون همه هیاهو و شیون و سوگواری فقط نگران این بود که به بچه های من کسی دلسوزی نکنه، دست نوازش رو سر بچه های من نکشه. یعنی نمیدونم چجور این توانایی رو داشت که تو اون لحظه بین اون تمام اون مراسم ها فقط تاکیدشون این که دلتون به بچه های من نسوزه، مبادا دست نوازش رو سر بچه های من بکشه، حق ندارین احساس دلسوزیتون رو نسبت به اونها نشون بدین. این تصاویری هست که من از اون زمان یادم هست و یادم من تا سالیان سال بسیار حساس شده بودم. خیلی الان که فکر میکنم اون زمان نمیدونستم دلیلش چیه، ولی الان که به گذشته برمیگردم یادم میاد که خیلی حساس شده بودم. یعنی کسی کوچکترین حرفی به من میزد من فقط گریه میکردم. شاید تا 4-5 سال این حالت در من بود. فکر میکنم بین تمام خانواده های اعدامی هست که در مورد اون سالها اون زمان اصلا با هم صحبت نمیکنیم، که باز در مورد دلایلش هم توضیح میدم بهتون، اصلا صحبت نمیکنیم. تا فکر کنید مثلا چندین ماه قبل بود که سر صحبت باز شد و برادر من گفتن تا زمانی که بعد از مراسم فوت ایشون، حالا تشییع جنازه 7-40 مونه، من اون زمان یادم نمیاد خیلی که بعد از اون دقیقا چی شد، ایشون گفتن که خونه خیلی شلوغ بود و خاله ها بودن، عمه می اومد، فامیل می اومدن می رفتن، می گفت که خیلی دلم قرص بود. و ایشون می گفتن که روزی که خاله ها رفتن، فامیل خب کم کم رفتن سر خونه زندگی خودشون، روزی که خاله ها برگشتن شهر خودشون، میگفت من وحشتناک دچار شوک شدم و دوربر خودم خالی دیدم. ایشون میگفتن که وقتی خونه رو خالی دیدن، وقتی که خاله ها رفتن و همه رفتن سر خونه زندگی خودشون، میگفت کارم شده بود که حالا خدا میدونه شاید تا سالیان سال، میگفت که هر عصر میرفتم رو پشتمون و دوربرمو نگاه میکردم، ساعتها در تنهایی می نشستم. و ایشون حالا چیزی که ما هنوز هم که داریم می بینیم با این که الان 40 سال سنشون هست، خیلی آسیب دیدن، خیلی در اون گذشته زندگی می کنن. مادرم خیلی شخصیت قوی داشتن، خیلی قوی بودن و به خاطر شرایطی که از کودکی داشتن، نحوه زندگی که داشتن، کلن با سختی زندگی کرده بودن، روحیه خیلی قوی داشتن. حداقل در اون زمان ها ما اینطور فکر میکردیم که ایشون خیلی شخصیت قوی دارن، ایشون خیلی خرد نشدن، خیلی ستون محکمی برای ما بودن و هستن. ولی الان که من باز بزرگ شدم و جرأت کردم به اون سالها فکر کنم، چون من سالیان سال به این مسئله فکر نمیکردم، خیلی کم فکر میکردم، چون فکر کردم به اونم حتی سخته. اما و شرایط جسمی مادرم رو الان میبینم، میبینم که ظاهر محکمی داشتن ولی ایشون از درون بی نهایت داغون بودن و الان دیگه چیزی از ایشون نمونده. سوی چشاشون از دست دادن، فشار خون دارن، دیابت دارن، تمام بیماری ها رو ایشون دارن و وضعیت جسمانی خیلی وخیمی ایشون دارن. ولی در اون سالها خیلی استقامت نشون دادن، خیلی قرص و محکم بودن، هیچ وقت جلوی ما گریه نکردن، هیچ وقت در امور صحبت نکردن، هیچ وقت احساس ضعف از خودشون نشون ندادن. و من اینو یک نکته خیلی مثبت تو زندگی خودم و برادرام میبینم که اگر مادرم ضعفی از خودش نشون میداد، دیگه چه اتفاقاتی میتونست برای ما بیفته، چه ضربه های روحی بیشتری ما میخوردیم، چه خاطرات تلختری من میتونستم از اون زمان داشته باشم. ولی ایشون خیلی قوی و محکم ادامه دادن. چیزی که باعث تعجبم هست اینه که من خوشبختانه اصلا تأثیر رو تحصیلات من نذاشت به ظاهر، چون همیشه دانش آموز ممتازی بودم، دانشگاه قبول شدم، تا کارشناسی ارشدم خوندم، برادرام هم دیپلم گرفتن، همیشه هم شاگردای خوبی بودن، متوسط بودن، ولی دیگه ادامه تحصیل ندادن، ولی حداقل تونستن مدرک دیپلمشون رو بگیرن. من الان با دیگر خانواده‌های اعدامی‌ها مقایسه می‌کنم، حداقل ما تحصیلاتمون رو ادامه دادیم.
برادر بزرگم که یادم میاد ایشون فکر میکردن که حالا بزرگتر خانواده هستن میخوان دنبال کار بگردن که هیچ وقت هم نتونستن دنبال کار ثابت برن. حالا ما دیگه از فوت پدرم منبع مالی رو از دست دادیم و نه دامداری داشتیم نه کشاورزی داشتیم نه سهمی داشتیم. پدر من تک پسر بودن و مادرم که توان انجام این کارها رو نداشتن و همه چیز برگشت به دست پدرشون. منبع زندگی ما صرفاً درآمدی بود که مادرم از اجاره دادن مغازه ها داشتن. ببینید مسلماً خیلی تأثیر داشت. من اگر پدرم بود، اگر اعدام نشده بود، من مسلماً شهر بهتری دانشگاه قبول می شدم، رشته بهتری قبول می شدم و از استعدادی که دارم به نحو بهتری میتونستم استفاده کنم. من یادم زمانی که من برای کنکور میخوندم شرایط مالی خانواده خیلی بد بود. خیلی. به همین صورت توان من در حالا ثبت نام کلاس ها کمتر شد. امکانات من خیلی کم بود. خیلی. و من تنها با اتکا به منابعی که در دسترس بود خوندم و دانشگاه قبول شدم، ولی مسلماً اگر چنین ضربه‌ای نخورده بودم و چنین پشتوانه‌ای رو از دست نداده بودم مسلماً خیلی شرایط برای من فرق می‌کرد. و من میتونم بگم که از زمانی که من 17-18 ساله شدم یا شاید 16-17 ساله اون زمان‌ها دیگه این درآمد مالی که جوابگو نبود، خیلی سخت بود، شرایط خیلی سخت بود به نسبت سالهای قبل‌تر. نمیدونم حالا مسلماً همه چیز گرون‌تر شده بود، این درآمد بسیار پایین بود، بنابراین و شاید همین دلیلی شد که برادرای منم نتونن ادامه تحصیل بدن، ولی من با همون امکاناتی که کمی بود تلاشمو کردم و ادامه تحصیل دادم، ولی این ادامه تحصیل دادن بسیار سخت بود صرفاً به خاطر مسائل مالی. اما از نظر اعدام پدرم، من حتی یادم هست زمانی که دانشجوی دوره لیسانس هم بودم، وقتی دوستانم از من میپرسیدن که پدرتون به چه دلیل فوت کردن، من همیشه میگفتم ایشون تصادف کردن. هیچ وقت به کسی نگفتم که پدر من اعدام شده. و بعد از گذشت شاید حدوداً 20 سال اگر اشتباه نکنم، من چندی پیش به دوستانم گفتم که پدر من اعدام شده. دوستانی که از اون زمان داشتم، دوستای خیلی صمیمی من، ولی چون از شهرهای دیگه بودن و دسترسی به خانواده من نداشتن، نمیتونستن اطلاعات خاصی رو گیر بیارن، داستان منو باور کرده بودن. و من شاید حدوداً یک سال پیش بود این جرأت رو پیدا کردم و به دوستانم گفتم که پدر من اعدام شدن. بیان حقیقت در کل خیلی سخت است، ولی من حس میکردم اینقدر این اعتماد به وجود اومده بود و شرایط جامعه رو مساعد میدیدم که بتونم راحت با دوستانم در این زمینه صحبت کنم و واکنش دوستانم مسلماً تأثیر مثبتی گذاشت و خوشحال شدم اون لحظه مورد قضاوت بعد قرار نگرفتم. ببینید شما از من پرسیدین که تو چه مرحله از زندگی من اعدام پدرم بسیار تاثیرگذار بود و من الان چیزی رو که میخوام بگم، شاید شما اولین کسی هستین که من در این مورد دارم راحت صحبت میکنم، چون حس میکنم دیگه جایی برای کتمان و نگه داشتن این مسائل نیست. و چون متوجه شدم که این درد من که من فکر میکردم پدرم رو کشتن، اعدام شدن، یک درد شخصی، یک اتفاق شخصیه و من بعضی مواقع با یادآوری عصبی میشم، ناراحت میشم، یک مدت دچار افسردگی میشم. اما به خاطر دلایلی من در چند ماه گذشته متوجه شدم که این صرفاً یک افسردگی نیست و من تنها کسی نیستم که دچار این افسردگی ها میشم، بلکه آسیب روحی که به ما وارد شده بسیار فراتر از یک افسردگی هست که هر از گاهی سراغ هر کدوم از ما میام. و من دیدم در اون خانواده افرادی که اون زمان با پدر من اعدام شدن، بچه های اونا چه سرگذشتهای تلخی دارن و هنوز چقدر دارن رنج میبرن و چقدر هنوز درد دارن. این درد روحی تبدیل شده به دردهای فیزیکی، به رابطه های نادرستی که اعضای خانواده ها با هم دارن. و این باعث شده که من الان راحت در این مورد صحبت کنم و صرفا هدفم این هست که کمکی باشه برای دوستانم که الان در کشورمون دارن عذاب میکشن، من جمله برادرای خودم، چون دردشون رو بهتر میفهمم. بچه هایی که اون زمان از منم کوچیکتر بودن همراه با پدر من، پدرانشون رو از دست دادن و من
این مدت با اونها تماس داشتم و دیدم که چقدر شرایط زندگی اونها به نسبت من سخت‌تره. و اگر من در این مورد صحبت می‌کنم، علی‌رغم اینکه صحبت در این مسئله به خصوص که می‌خوام به شما بگم خیلی برای من سخته، ولی من صرفاً برای اینکه شاید کمکی بشه برای آگاهی جامعه از انگ‌هایی که می‌چسبونه، از قضاوت‌های نادرستی که می‌کنه، لازم می‌دونم که در این مورد صحبت کنم. من بارها گفتم به نزدیکانم که من هیچ وقت نبود پدرم رو احساس نکردم با اون شدت که زمان ازدواجم رسید. ببینید، من 31 سالگی ازدواج کردم، ولی قبل از اون اصلا سراغ ازدواج نمی رفتم، بهش فکر نمی کردم و اون هم باز صرفا جریان پدرم بود، مخصوصا با غریبه ها. اگر کسی خواستگار غریبه ای داشتم اصلا نمی گذاشتم که اون مرحله برسن که بخوان اعلام کنه. چرا؟ چون میدونستم که ایشون یا خانواده ایشون خواهناخا در جریان قرار میگیره و من مورد قضاوت قرار میگرفتم. تجربه خاصی برای من اتفاق نیفتاده بود، ولی خب من جو جامعه و روانشناس جامعه رو دیگه متوجه شده بودم. نحوه برخورد مردم تا حدی دست من اومده بود. به راحتی از روی ظواهر قضاوت میکنن، هیچ وقت نمیخوان دیگران رو درک کنن. بنابراین حتی یادم میاد مادرم با من خیلی شوخی میکرد، میگفت بذار حداقل یکیشون بیاد که ما بفهمیم مراسم خواستگاری به چه شکله. ولی من به مادرم نمیگفتم، نمیگفتم که اگر بفهمم پدر من اعدام شده، شاید و به احتمال زیاد من و پدرم و خانواده من مورد قضاوت قرار بگیریم. تا اینکه با همسرم آشنا شدم و تو اولین برخوردا که کمی صمیمی‌تر شدیم، من به ایشون اولین حرفی زدم، گفتم که من پدرم اعدام شدم. و ایشون خیلی شوکه شدن، گفت تعجب کردن، گفتن چرا به من میگی؟ گفتم حس میکنم لازم هست بدونی. و ایشون خیلی راحت با این مسئله کنار اومد. و زمانی که بحث ازدواج ما جدی شد، خانواده ایشون در جریان قرار گرفتن. اوایل خیلی پذیرای مسئله بودن، اما زمانی که متوجه شدن پدر من اعدامی هست، خیلی برخوردشون زننده، بسیار زننده بود. و من هنوز هم که هنوز هست با اونها در این مورد صحبت نکردم. تو صحبت کردن سخته، میخوام در این مورد با اونها حرف بزنم. و نوع رفتار اونها توهین بزرگی به من و خانواده‌ام شد و این جریان ازدواج رو چند سال عقب انداخت، شاید حدود 2-3 سال. و بالاخره علی‌رغم تمام سختی‌ها و ما مخالفت خانواده ایشون و همچنین خانواده من که به اونها بسیار توهین شده بود، ما ازدواج کردیم. ببینید، الان پسر من 5 سالشه و چند وقتی از متوجه شده که یک پدر بزرگ دیگه هم داشته و بارها از من میپرسه که تو پدرت از دست دادی، پدرت مرده؟ میگم آره. میگه چی شد مرد؟ دقیقا چند روز پیش بود. گفتم ایشون تصادف کرده. گفت چی شد تصادف کرده؟ یه داستان ساختگی به ایشون گفتم و ایشون گفتن مامان دلت خیلی براش تنگ شده و من نمیدونم که عادتی که داشتم یا برای اینکه پسرم ناراحت نشه. گفتم نه، خیلی ناراحت نیستم، گذشته یک کم. و من هنوزم به پسرم نمیتونم واقعیت رو بگم و جدیدن کلمه اعدام رو زیاد میشنوه. میپرسه مامان اعدام یعنی چی؟ میگم یعنی اذیت کردن، کسی رو زندان مندازن میشه اعدام کردن. و مسلمن من تا چند سال دیگه مجبورم که این واقعیت رو به پسرم هم بگم و این داستان همچنان ادامه داره و من همچنان باید این داستان رو تعریف کنم و همچنان باید بگم که پدر بزرگ اون انسان پاکی بود. بهترشن جلسه پیش مشاور روانپزشک اینجا برم. و من رفتم تو جلسه اول، ایشون تشخیص دادن که تمام این علائمی که من در مورد اونا صحبت میکنم که عصبی هستم، گاهن دچار افسردگی میشم و ناخودآگاه صحبت‌های گذشته من پیش اومد، ایشون اولین تشخیصی به من دادن گفتن که شما در طی این سالها افسردگی شدید نداشتی، افسردگی نبوده مشکل شما، بلکه مشکل شما تروما هست. چون بعد از گذشت 30 سال از اون زمان، شما میگین که وقتی تلویزیون نگاه میکنم این چوبه دار نشون میدن، شما ناخودآگاه یاد پدرتون میفتید و هر چیز که مربوط به اعدام باشه شما رو یاد ایشون میندازه. و ایشون گفتن که ضربه آسیبی که من وارد شدی تروما هست و من نیاز هست تروما درمانی بشم. و ایشون نامه دادن که در فرصت مناسب چندین جلسه تحت نظر روانکاو قرار بگیرم. در اون لحظه چیزی که به ذهن من رسید و من خیلی دچار شوک شدم،
این بود که من همیشه فکر میکردم بین برادرانم و دیگر دوستانی که از نزدیک میشناختمشون پدرشون از دست داده بودن فکر میکردم که از همه سالم ترم و این تأثیر برای من کمتر از بقیه بوده، کمتر آسیب دیدم. وقتی که متوجه شدم که شدت ضربه روی من نوعی چقدر زیاد بوده، من یاد برادرانم افتادم، یاد دوستان عزیز دیگه افتادم که چندی پیش باهاشون صحبت داشتم که در مورد اعدام پدرشون با هم صحبت کنن، از خاطراتشون بگن، از تأثیراتشون بگن، و متوجه شدم که چقدر اونها حتی بیشتر از من دارن عذاب میکشن. من در اون لحظه که دکتر این حرفا به من زد، من اصلا به خودم فکر نکردم، یان به این فکر کردم که پس چه ترومای وحشتناکتری، چه ضربه کاری بیشتری به اونا وارد شده، اونها باید چه کار کنن؟ الان توی ایران دارن عذاب میکشن و خودشون نمیدونن که اینها همه به خاطر اتفاقی است که 30 سال پیش براشون رخ داده. و من چیز دیگه متوجه شدم که بین ماها توی این خانواده ها، نمیدونم شاید به خوب اقتضای سن بود، بین این خواهر برادرها یکی هست که خیلی بیشتر از دیگری آسیب دیده بی نهایت. من خانواده رو میشناسم که ایشون بعد از گذشت 30 سال هنوز حالت طبیعی خودش رو پیدا نکرده، با اینکه ازدواج کرده، بچه داره، زن داره، هر روز پیش روان پزشکه و مسلما نتونستن تشخیص بدن که این یک تروما هست و به روش خاصی باید درمان بشه. درمان خاص داره، روش خاص داره. شاید فقط تشخیص میدن که افسردگی هست، داروی موقت میدن، بعد از چند وقت دوباره ایشون مجبور برگرده پیش روان پزشک. و من حتی یک خانواده دیدم که 17 سال قبل پدرشون رو اعدام کرده بودن و اینها 17 سال دارن گریه میکنن و مادر خانواده اینجوری که خودشون میگفتن هر روز داره گریه میکنه، یعنی 17 ساله که اشک ایشون پاک نشده. این خانواده بحران زده است، این مصیبت هنوز برای اونها تازگی داره، کما اینکه برای ما هم داره. اینکه من اینجا نشستم بعد از 30 سال دارم در مورد پدرم صحبت میکنم و اون خاطرات رو دارم مرور میکنم، اون صحنه ها رو دارم به یاد میارم، این نشون میده که این درد درمان نشده و درمانش هم به راحتی ها نیست. اول باید شناخته بشه، اول باید پذیرفته بشه. من نوعی و دیگر دوستانم باید بدونیم که اون چیزی ما اون زمان دیدیم یک ضربه کاری بوده که تا اعماق روح ما نفوذ کرده و ما الان همه بیمار هستیم. یک افسردگی شدید نیست، بلکه تروما هست، نیاز به درمان خاص داره، نیاز به رسیدگی داره و الا همینطور که به نسل‌های بعد از ما منتقل میشه. و مسئله‌ای که من در ضدیت با اعدام دارم، روز می‌خوام یه لحظه، این که صورت مسئله رو پاک کنیم، این که یک زندانی سیاسی رو اعدام کنیم، یک زندانی مواد مخدر رو اعدام کنیم، یک به هر جرمی، به هر اتهامی شخصی رو محو کنیم، این فقط پاک کردن صورت مسئله است. برای خانواده‌های اعدامی داستان‌های بیشتری به وجود میاد، آسیب‌های بیشتری به جامعه داره وارد میشه. اگر پدر من فروشنده مواد مخدر بود، اگر بود که نبود، بذم این هم اگر که بود، واقعا فکر می‌کنی از خانواده من چند نفر ممکنه به اون راه کشیده بشن؟ و اگر صرفاً مواد مخدر مسئله بود و جمهوری اسلامی می‌خواست اون رو ریشه کن کنه با اعدام یک گروهی، آیا واقعا ریشه کن شد؟ آیا واقعا مواد مخدر محو شد؟ در صورتی که شما تصور کنید که از هر خانواده شخص اعدامی، من به جرأت میتونم بگم که اکثر بچه‌های اونها به دام اعتیاد کشیده شدن و اگر اون تعداد الان در حال حاضر معتاد نیستن، کسانی هستن که حداقل چندین سال با اعتیاد درگیر بودن، یعنی با کشتن یک نفر شاید به جامعه معتاد کشور چندین نفر رو دارن اضافه میکنن. من هرگز نمیتونم سیستمی رو ببخشم که پدر من رو بی خود و بی جهت سایش رو از سر من گره. نه تنها ظلم خیلی بزرگی رو در حق اون روا داشتم و اینکه خدا میدونه اون 4 سال بر پدر من چی گذشت، فقط میتونیم بگیم خیلی سخت بود، خیلی وحشتناکه. تصور اینکه 4 سال تو ندونی چه اتفاقی به تو میفته و ممکنه حتی اعدام بشی به زبون خیلی راحت بود، ولی تا آدم تو موقعیت قرار نگیره واقعا شدت اونو نمیتونه درک کنه. اما با اعدام پدر من، هرچقدر
که اون سالها برای ایشون سخت بود و پدرهای ما و امثال هم پرونده بسته شده و ایشون جدای از اینکه آیا دنیای دیگه هست یا نیست دیگه وقت اونو نداره که ببینه یا اصلا اون دیگه نیست بفهمه تنبیه شده، مجازات شده و آگاه باشه از مجازات خودش. بلکه این خانواده ها هستن که این پرونده همچنان برای اونها بازه. این خانواده بیگناهی که دارن یک عمر مجازات میشن. یک عمر من دارم مجازات میشم به خاطر جرمی که آره یا پدر من انجام داده یا انجام نداده. و واقعا من فکر میکنم که این بدترین روش تنبیهی هست. و امیدوارم هرچه زودتر متوقف میشه. چیزی که تجربه من این مدت از همکاری با بنیاد داشتم و صحبتهایی که در مورد پدرم داشتم حداقل این تأثیر مثبت رو دارم میبینم که خیلی رها شدم و این شجاعت رو دارم در مورد پدرم صحبت کنم و از قضاوت دیگران نترسم و این فرصت رو برای من پیش آورد که من عمیق‌تر به این مسئله فکر کنم و بدونم واقعا به ما چی گذشته. دیگه صرفا یک داستان نیست، یک اتفاق تلخ در زمان گذشته نیست، هرچند ما هر روز داریم با اون زندگی میکنیم. اما این شجاعت رو داشتم که به این مسئله فکر کنم، در موردش بخونم، ببینم که اعدام چیه، چه تأثیراتی روی خانواده ها داره و بتونم این کمک رو به دیگران هم داشته باشم، این شجاعت رو داشته باشم، حداقل با خانواده خودم در مورد این مسئله صحبت کنم که کار بسیار سختی بود و چیزی بود که در طی 30 سال اصلا اتفاق نیفتاد. نه تنها در خانواده من بلکه میدونم تو خانواده های دیگه هم در موردش اصلا صحبت نمیشه. مسلما بازگو کردن و در مورد اون صحبت کردن خیلی کارگشاست. خیلی حتی برای خود شخص خیلی رها میشه.